علنی داشته باشه و پیشنهاد کنیم. مثلا من پیشنهادم اینه که ما در یک مسئله حقوق بشر در یک سازمان 100 درصد دموکراتیک میتونیم با هم دیگه کار کنیم. ولی من به هیچ وجه وجود باید مثلا سلطنت طلب هرگز حاضر به جنگ‌های سیاسی تحت هیچ شرایطی نیست. چرا من مبارزه کردم اون از قدرت پایین آوردم و در تمام لحظات کوشش میکنم که او به قدرت نرسه. چرا تاریخ سرنیمن نشون داده که رسیدن به قدرت اون گروه همون برنامه است امروز من در سر من خواهم داشت. ولی اگر مدعی است که مدافع حقوق بشر هستش در اون برنامه حاضر باشم. در خیلی صورت به هیچ وجه. من تانجی گرامیت فقط یاران هستم بدن پرد و فهمتی که شما فرمودین دو دسته هستن، یه عده‌ای که میمونن وابسته و یه عده‌ای سوا میشن یا میان طرف ملت. و همونطوری که من فهمیدم در جنگ جهانی دوم موقع که میگفتن که نم یه پلی بوده میگفتن تمام پرحال میواز خراب میکردن میرفتن، یا اینکه رضا شاه از ایران میرفت و اون تصمیم گرفت که از ایران بره و اون چیزی که درست کرده برای مدت‌ها از بین نره. و فکر می‌کنم با این آقایونی که الان اومدن صحبت کردن واقعاً یه تناقض خیلی زیادی رو نشون دادن که اگه ما در این مقطع زمانی نتونیم این چیزهایی که گذشته اتفاق افتاده مثلا برای بین احزاب مختلف، مثلا یکیش همونطوری که گفت فرمودین مصدق، یکیش رضا شاه بوده که اینا در دو تا قطب مختلف ممکن بودن ولی هر دو برای ایران کار میکرد. و حالا اگه ما نتونیم اینا رو در یه سازمان قرار بدیم که همه برای ایران کار میکردن، چطور ما میتونیم از حالا با هم دیگه اینقدر متحد بشیم بتونیم یه آینده دیگه رو با هم پیش ببریم؟ و همونطوری که گفتن این درای برای اولین بار بود که من شنیدم که نفر از رضا شاه صحبت کرد و این برای من خیلی تازگی داره. و همونطور که شنیدیم آقایون اومدن یه خورده چیز کردن اینا، ولی من فکر می‌کنم ما باید گذشته رو فراموش بکنیم تا بتونیم یه آینده بهتری داشته باشیم. با اون پیشنهاد هم می‌کردیم که پیشنهادام که شما کردین که میباید ما به ایران بریم و واقعا از خودمون بذاریم، این خیلی جلیل و خوب بود. باشه اگر من مواظب حرف زدنم همیشه هستم، من میدونم چی میگم. این که من برای اولین بار مطرح کردم که رضا شاه رو با مصدق مطرح کردم تجربه ایست که سالها کردم، تاریخی است که سالها مطالعه کردم و یک نظریه نوین و جدیدی بود. با افتخارم پاشور نیستم و بحثای دیگه باشه در خدمتهای دکتر سلیمان نژاد و دیگران به طور مفصل با هم صحبت میکنیم. رضا شاه خدمات بسیاری به ملت ایران و به تاریخ آریایی و به فرهنگ کهن ایران کرده که من برگش رو سالیان سال مطالعه کردم. من خودم یادتون نره من خودم ضد سلطنت بودم، من خودم مخالف رژیم سلطنتی بودم، ولی امروز بعد از سالها تحقیق و مطالعه و پژوهش به این نتیجه رسیدم که رضا شاه یک شخصیت بزرگی نیست. ما بایستی از او همواره قدردانی بکنیم. یک عنصر ضد استعماری بوده، بایستی ازش قدردانی بکنیم، همچنان که از مصدق عزیز. در این زمینه من میدونم این سخن نوی نیست، تاکنون هیچ کس نگفته. گستاخی شجاعت میخواد و دانش تا مطالعه. من مطالعه کردم، برگ تاریخ رضا شاه رو من مطالعه کردم و پی بردم که مرد بزرگی بوده. بایستی ما اگر ما خدمتگزاران خودمون رو فراموش بکنیم، حالا چه مصدق باشه چه فراهانی چه رضا شاه، همینی که هستیم خواهیم بود. ما بایستی بیاموزیم که خدمتکارانمون رو قدر بدانیم، حتی اگر یک دو تا خطا کردن. ببینید اینا میگذرن ازش، خطاها رو میگذرن. خواستین یه روز باهاتون صحبت میکنیم، اینایی که به نام پیامبر در تاریخ ماندن، لوط، سلیمان، نوح، آدم چه خطاهایی کردن و اینها بخشیدنشون، بوتشون کردن. وقتی شما میاد خدمتگزار خودتون رو دستبار کنید، نباید این کار رو بکنید. رضا شاه به ایران خدمت کرد، عنصر با افتخاری بود برای ملت ما. اما نفت 9 دلار، من نگفتم همین نفت ایران 9 دلاره،
بخشی از نفت ایران 9 دلار فروش میشه. اون اوایل انقلاب قرارداده که با انگلیس امضا شد، شورای انقلاب امضا کرد و به تصمیم خمینی رسید. حتی یه بارم رفسنجانی گاف کرد، بازرگانم گاف کرد، این اومد تو رادیو تلویزیونشون گفت قرارداد 99 ساله که با انگلیس ایران داره که تا 99 سال هم نمیدونم چند سالش مونده، چون از اون موقع یادم، بر اساس یه قرارداد استعماری که با انگلیس فقط ایران داره نفت بهش 9 دلار باید بفروشه. اما همه نفت ایران 9 دلار فروش نمیشه، درسته؟ من با این نظر موافقم. از کلم بخش نفت ایران 9 دلار به فروش میرسه. اما در رابطه با اپوزیسیون داخلی و خارجی هم فرمایش شما کاملا درسته، من باش کاملا موافق هستم. برای همین هم هست که میگم دکانهای اپوزیسیون در خارجی شما الحمدلله که بسیارش باید بسته بشه، این اپوزیسیون باستی در ایران به وجود بیاد، این اپوزیسیون اگه میخواد کارهای داشته باشه در داخل ایران. من دوباره تاکید میکنم که در داخل ایران باید نیروهایی که هوادار پادشاهی در ایران هستن، هرچند من امکان داره مخالفشون باشم، شما مخالفشون باشید، یا باید حق حیات داشته باشن، بتونن در مملکت خودشون مبارزه انتخاباتی سیاسی بکنن. ما نمیتونیم بخشی از ملت ایران رو محروم کنیم از خواسته و نیاز خودش. نازنین یا شاه در تار و پود تاریخ ما نفوذ کرده، ما میتونیم مخالفش باشیم ولی بایستی مبارزه بکنیم، از جونمون مایه بذاری که اون بتونه حرفشو در داخل ایران بزنه. نیروهای هوادار پادشاهی، ولی اینجا من حرف میزنم نمیخوام که آقای رضای پهلوی سوء استفاده بکنه، چون ایشون اصلا لیاقت و شایستگی رو نداشت به عنوان وارث رضا شاه. یک نازنین اینجاست، آقای سالار آریه نواری، من از ایشون گوش کردم که ایشون مکالمه ای با ایشون داشت، خیلی شجاعانه و گستاخانه رو در روی ایشون وایستاده بود. دیگران بایستی بیاموزن و انتقاد بکنن، صحبت بکنن. اینه که پس نتیجه میگیریم که من معتقد هستم که آزادی یعنی تو، یعنی دیگری، نه من. اگه من آزادی یعنی من که منم دیکتاتورم که، اگه آزادی یعنی من، یعنی من دیکتاتور. اگه ما اومدیم گفتیم نفتاخ نخومنی دیکتاتوری است، این با دیکتاتوری هیچ فرقی نداره. بخش عظیمی از ملت ایران امکان داره که از یک طیف سیاسی خوششون بیاد، ما اجازه نداریم که اینا رو، یه بخش خیلی کمی از 70 میلیون ایرانی، اگر حتی 10,000 نفر در لیشه باور دارن، بایستی آزاد باشن. و ما مبارزه میکنیم، من شخصا میگم از خودم مایه میذارم، مبارزه میکنم که اون حق بیان داشته باشه. چون برای من به گفته همونهایی که در طول تاریخ فرهنگ ما بوده، اومدن فرانسوی ها برخورد کردن، حالا میگن ولتر گفت برای من آزادی نه یعنی آزادی برای من، برای تو، برای دیگری. آزادی یعنی تحمل عقیده مخالف. من معتقدم برای همبستگی آقای دکتر سلیمانی نژاد درست میفرمه، چون اگه باید با نام حقوق بشر جنجال را بندازیم احتمالاً در سطح جهانی هوادار زیادی داریم. ولی حقوق بشر که در دنیا داره صحبت میکنیم، حقوق بشر، حقوق بشر خودشه نازنین یار، حقوق بشر خود همون کارتیرها و تراستها و کمپانیها و بیزنسها. من و تو که بشر هستیم که روز به روز داریم قربانی همینشیم که این حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر بود رفتن نجیب الله خان را از توی همون دفترخانه سازمان ملل آوردن اعدامش کردن، این حقوق بشر بود؟ هیچ کس هم اعتراض نکرد. حقوق بشری که روز به روز ملت‌ها رو دارن به خاطر بیزنس خودشون در بوسنی، در سودان، در لبنان، در جای دیگه قتل عام میکنن و میکشن. حقوق بشری بازیه رو بذاریم کنار، زیر یه پرچم جمع بشیم. همبستگی ملی ایران، همبستگی ملی ایران یعنی ایرانی هر اندیشه و تفکری که داره بایستی متحد و همبسته باشه و جنگ هامونو در داخل همین سالن ها بشینیم با هم بکنیم. از اینجا که رفتیم بیرون، اگر هم مخالف هم هستیم با حالت خرد دست هم رو بفشاریم، در کنار هم باشیم، اگر کسی خواست بیفته دستش رو بگیریم، ازش نپرسیم که تو چه دین و آیین و تفکری داری. اگه این کار رو بکنیم ما به بقیه چه کنیم؟ آقای نعمت عزیزم که به هر حال من فکر کنم پرسش خاصی نبود، خوشحالم که پذیرفتیم و بپذیریم که مصدق و وارث شاه توی یک کرسی بذاریم. تو تاریخ هم زیاد از اینا داشتیم، خب خیلی خوبه بریم درش رو بیانیم و بهشون افتخار بکنیم. آقای تهران بیشتر اینجا دوست ما فرزین یه تئوری رو مطرح میکرد که ما فکر کنیم در جنبه به عنوان تئوری میمونه، آقای دکتر هم اشاره کردیم داره تبدیل به تز میشه. دوست از من، اگر قاجاریه ایران رو به بنبست رسون، مشروطیت دستاورد روشن فکران اون دوره بود، و اگر حکومت محمد رضا شاه ایران رو به بنبست رسون که موجب انقلاب 57 شد،
بعد از انقلاب رژیم جمهوری اسلامی دستاورد اپوزیسیون محمد رضا شاه بود، نه محمد رضا شاه. اینه ما واسه به خودمون انتخاب بکنیم. دو، در رابطه با صحبته که آقای سلیمانی نژاد کردن، فقط میخواستم بگم که ایشون زیاد صحبته رفسنجانی جدی نگیرن. نفت ایران 5 سال پیش 6 دلار فروخته شد، چیزی که آمارش رو همچه سی ام ام و بقیه ای تستر اشاره کردن، و بودجه ایران هیچ وقت بالانس نشده، چون زمانی که بودجه به صورت بالانس در قرضا رو بدن، نه تورم وجود داره و هم رشد اقتصادی به وجود میاد، که در هر دو اینا ایران در بدترین وضع اقتصادی به سر میبره. خیلی ممنون. تشکر. شما صحبت هایی که کردین یه نقضایی من زد و نفیس درش دیدم در همین مدرسه. ازت این سوالی بکنم. تو چیز بر نطفت کسی درمید برای این صدا دیگه؟ فهمیدیم که ما میخواییم دین رو از حکومت جدا بکنیم و فکر میکنم همه ما موافق باشیم. بعد صحبت میکنیم راجع به آریایی بودن و نژاد آریا و همه این. چه فرقی هست بین که ما نژاد رو برتر بکنیم یا دین رو برتر بکنیم؟ به هر صورت در کشور ما کسانی هستن که نژاد آریان نبودن و ایرانی هستن. کشور ما درست شده از نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، قبیله‌های مختلف. بر نگردیم به گذشته، بر نگردیم. ممکنه ایران به توسط آریایی ها درست شده، ولی ایران امروز ایران آریایی کامل نیست. اگر ما بخوایم دوباره همین برنامه ها را ایجاد بکنیم، درست مذهب اسلام رو ممکنه بگیم که با مملکت ما و با اداره مملکت یکی نه قاطی نکنیم، ولی اگر که ما دوباره بیایم آریا رو برداریم و شروع بکنیم راجع به آریایی و به ایران آریایی و این حرفا، همون کار سابق بکردیم. بنابراین خواستم این بگم که بهتره که زیاد پافشاری نکنیم درش. ما هم به اونچه که هستیم افتخار میکنیم، ولی همه ما ایرانی هستیم. بهتره به کسی که ایران رو دوست داره بیشتر اهمیت بدیم تا از کجا اومدیم. گفتن خانم عزیز و من باید توضیح بدم، دادم مثل که متوجه نشدید. من وقتی که از آریا صحبت میکنم از نژاد آریایی نمیگم، نژاد آریایی، ملت آریایی. بعد برای ملت من یک توضیح دارم، همین یکی از نوشتهای من از هویت ملی. من برای ملت یک توضیح دارم که مخصوص خودمه. معتقدم که ملت از قوم‌های مختلفی به هم دوخته شده، چون مله در زبان عرب وقتی استفاده میشه این چیزایی که همه دوختن گفتن مله، بعد ملت که آفریده شد یعنی یه قوم‌های فراوان جمع شدن و هم دوخته شدن، شدن ملت. من از ملت آریا صحبت میکنم، نه از نژاد آریا. یه بارم چند وقت پیش بعد از ترور دکتر سیف‌الدین آسری از هواداران همین تفکر آریایی در تاجیکستان نوشتم که من میگم که هدف ما با نازی‌ها کاملا مخالف، ما با اونا حتی مبارزه میکنیم، با هیتلر خلاف کرد، کار بسیار بدی کرد، اصلا ما با اونا رابطه و ربطی نداریم. وقتی میگیم آریا، بعد از همه مهمتر همین امشب من اینو گفتم با یکی در کتابم نوشتم، امشب تاکید کردم که به نظر من حتی ملت یهود از آریا است و تبعید شده آدم و حوا. من نوشتم اینو دوباره میگم، یعنی آدم و حوا وقتی که از فردوس، از باغ عدن تبعید میشن، یعنی از شوش مرکز فرماندهی و تمدن اون زمان، اینا تبعید میشن به صحرای سینا، اینا آریایی خود آدم خلاف میکنه، تبعیدش میکنه، این دادنش بیرون. تو نیستی از آسمون اومد حبود کرد و مزخرفات که میگن، نه، این از خود ایران خارج شده رفته اونجا، بعد اون اونجا رفته قوم نوینی را آفریده که ریشه آریایی داره. یعنی ما بعدم تمامی این ملتی که در ایران هست، کرد و ترک و بلوچ و گیلک و خراسان، همه اینا ملت آریا هستن و ایران آریا از یک واژه یک جایگاه میاد. و خب حالا یه بارم یکی اروپا هم بیان میگن ما هم آریایی هستیم، فرده چون از نظر نژادی نمیخوام اینجا صحبت کنیم، اصلا کار غلطی است. یادمون نره که در این منطقه که سرخپوستا بودن، در اینجا در اون منطقه آریایی‌ها بودن، همه آریایی هستن، ولی این جنگ‌های نژادی رو بعداً اگر کسانی به وجود آوردن، من مخالف اون هستم، رد می‌کنم اون قضیه رو. و به ویژه تاکید کردم که حتی کلمی‌ها از نژاد آریایی هستن، یعنی ما با هم موافقیم، متفق نظر هستیم، و ولی سخن هم بایستی بهتر بفهمیم. آقای محمد داور، بعدش